حضور در بازی‌های باشگاهی آلمان و ترکیه قادر نبودند که تیم ملی ما رو در این رقابت‌ها همراهی بکنن. رضا رضایی منش یک کارت زرد هم بازی قبل داشت، حالا میگیره. درست بازی ها دوستان هست کارت زرد، اما رضا رضایی منش بایستی که بپذیره که این گونه حرکت ها و این تکل های اینطوری در جام جهانی 98 فرانسه مطمئنن کارت زرد حداقل قضیهش خواهد بود. ما بازیکنانی مثل علی دایی، خداداد عزیزی، کریم باقری، رضا شاهرودی رو در ترکیب اصلی تیم ملیمون نداریم. یکی دو تا بازیکن هم نسبت به بازی‌های مقدماتی جام جهانی 98 فرانسه با این تیم عوض شده. وضعیت دفاعی ما تا حدی تغییرات عمده‌ای داشته است که حالا کم کم بایستی ما به اونها پی ببریم کدام بهتر است، کدام اشکال داره. به هر حال این بازی دوستانه حسنش در این کاره. 5 دقیقه و 12 ثانیه دیدار رده‌بندی ما بین سفیدپوشان ایران و شیلی بدون گل مساوی هست. توپ برای خاکپور عوض میکنه دی محمدی به خاکپور در جناح چپ خط دفاعی، یا حالا اگه نگیم 100% در قلب دفاع ما آمده است و نسبت به بازی اول این تغییر رو ما داریم. حمید استیلی، خاکپور به جای افشین پیروانی به خدمت تیم ما آمده. یه فرار خوب از یار شماره 13 که نامش هست نیر، بازیکن خوب و شاخص شیلیایی که این ضربه رو میزنه و به کورنر میده. نیر یکی از جوانان شیلی هست و بازی های نسبتا خوبی هم در مسابقات مقدماتی جام جهانی از خودش نشون داده. در باشگاه های آمریکای جنوبی هم وضعیت نسبتا خوبی داره. سفید و سرخ پوش های ایران و شیلی توی محوطه جریمه، فرصت برای شیلی است که حالا دروازه ما به توپ بسته میشه، حالا دروازه باز میشه. روی تیر دروازه برگشت شد یکی دو بار عابدزاده و حالا این جوانی که یه حدود چند ثانیه قبل خدمتتون عرض کردم که وضعیت خوبی داره، به هر حال با این کارش صحبت من رو هم تایید میکنه. حساب کار 1-0 برای شیلی میشه. شیلی 1-0. یار شماره 13 نیرا، این یار شماره 9 هست که این کورنر رو میزنه. وگا خوب هم زد، ضربه ای که پاراگوئز میزنه در برگشت نیرا یه بار دیگه، حالا این بار دروازه باز میشه و خط دفاعی ما بایستی که چالاکتر و تند و تیزتر قادر به دفع این گونه توپ ها باشد. توپ روی محوطه جریمه یک بار دیگه آبزاده، تفلک یکی دو بار خب به هر حال تلاش کرد، اما نیرا و خط حمله شیلی تیزتر از بچه های ما بودن. حالا 1.71 هم قدشه. نیرا اولین گل این بازی رو به ثمر میرسونه. بچه ها بعد از شکست 1-0 در مقابل نیجریه حالا بایستی کم کم وضعیت تیم رو به حالت تهاجمی تری تبدیل بکنن. یار شماره 16 احتمالا اختار خواهد گرفت که نامش هست ویوار، خطا روی نعیم سعداوی یکی از پیستون های خوب و مؤثر ما. این ضربه خطا برای تیم ملی فوتبال ما زده میشه. مهداد میناوند، مهدی مهدوی کیا، چند بازیکن دیگر همه منتظر رسیدن این توپ هستن که حالا در یک رفت و برگشت همون اتفاقی که رو دروازه ما افتاد این بار رو دروازه شیلی افتاد، اما برای ما ثمری نداشت و رامی رز دروازه‌بان چالاک شیلیایی که کاپیتان تیم خودشون هم هست این ضربه رو میزنه و این طرف کار خاکپور و احمد رضا عابدزاده. اون تو از اون زاویه که ما قرار داشتی به نظر می اومد که خیلی کار مشکلی است. حالا مهدی مهدوی کیا از زاویه ای همانند تقریبا یکی دو گلش که در مقدماتی جام جهانی زده بود این بار هم موفق میشه که دروازه شیلی رو باز بکنه. حساب کار 1-1 میشه. نگاه بکنید اینا هم تنی چند از ایرانیان موقعی به هنگ کنگ که به هر حال تیم رو تشویق میکنه، هرچند تعدادشون کم هست اما با خوشحالی هرچه تمامتر این کار رو صورت میدن. نگاه بکنید مهدوی کیا با چشمان باز حرکت میکنه، خیلی تند و تیز توی محوطه جریمه روزنه لازم رو پیدا میکنه، یه ضربه روی پا از اون کاره قشنگ تکنیکی بالای فوتبال است که مهدوی کیا از خودش نشون میده. فانتس ویلاروئل
پاراگوئز. وگا، نیرا و ضربه‌ای که به کناره دروازه برخورد میکنه. نیرا، این هم وگا، چه پاس خوبی براش فرستاده نیرا. او در وضعیتی کاملا بهتر از مهدوی کیا قرار داشت، ولی دیدید که او ضربش رو به کنار دروازه زد، در شدی که مهدوی کیا در حالی که یه ضربه روی پا و با اختلاف زیادی به آوت میره. حمید رضا خاکپور، سیرا، پاراگوئز، خاکپور و آوت. اولارا، نیرا و ضربه او از کنار دروازه به آوت میره. جدا ضربه زیبایی بود، گل نشد، اما به درستی زیبایی های یک گل رو به همراه داشت. نگاه بکنید، کنترل خوب سینه و ضربه روی پا عالی زد، شانس زیادی آورد عابدزاده. زیب پایان یافته هست. خب پایان 90 دقیقه اعلام شد سوی آقای پیتر میکلسن. داور خوب و مسلط دانمارکی در بازی امروز. خب بعد از این به پنالتی خواهیم رسید. اولین پنالتی رو محمد خاکپور با شماره 4 برای تیم ما خواهد زد در مقابلش رامیرز. ببینیم خاکپور که یکی از پنالتی زنهای خوب ماست چگونه میزنه راحت. البته همچین خیلی هم لب به لب بود، به هر حال همچین نفس ها تو سینه حبس شد. یه لحظه نگاه بکنید، درست در جهت خلاف حرکت رامیرز، اما خیلی هم چی گوش زد و خوب و مسلط. در حال حالا ما میشیم 2 شیلی هنوز 1. بریم ببینیم پنالتی بعدی رو که شیلیایی ها خواهند زد چگونه میزنند. یار شماره 10 سیرا، احمد رضا عابدزاده از پنالتی گیرهای خوب آسیاست. خوب میره و با براق شدن تو چشم سیرا او را از نظر روحی تحت شعاع قدرت خودش قرار میده و اجازه نمیده که سیرا با سر فرصت این کار را انجام بده. حالا ما تو پنالتی یه دونه جلو میافتیم. نگاه بکنید، خوب رفت عابدزاده، باریکلا به کاپیتان تیم ملی فوتبال ما احمد رضا عابدزاده. مثل یه گربه نگاه بکنید، چون چشم مراقب اوزاس رو توپ پرواز میکنه و توپ رو صاحب میشه. حالا ما در پنالتی یه دونه جلو هستیم. ببینیم مهدی مهدوی کیا که اون ضربه جانانه و مردونش گل تساوی ما رو به ارمغان آورد چگونه این پنالتی رو خواهد زد. رامیرز زردپوش در مقابل مهدوی کیایی که خیلی قشنگ و راحت سر فرصت کار رو تمام میکنه. حالا دومین پنالتی ما در مقابل شیلی هم گل میشه. اون یک یک رو شما داشته باشید که بازی رو در وقت قانونی یک یک داشتیم. حالا به پنالتی ها برید، ما 2 تا پنالتی زدیم، هنوز شیلی ها هیچ نزدن. البته اون یه دونه پنالتیشون رو هنوز جا دارن که بزنند. مهدوی کیا، این دومین پنالتی تیم ملی شیلی است که توسط یار شماره 7 پاراگوئز عابدزاده درست همون جایی زد که عابدزاده ایستاده بود. حالا شیری از 2 پنالتی 1 پنالتی، ما از 2 پنالتی 2 پنالتی. پنالتی سوممون رو ببینیم که کدام یکی از بازیکنان سفیدپوش کشورمون خواهد زد. این پاراگوئز هست، یار شماره 7، بازیکن همچی خوب و متین شیلیایی که گل رو به ثمر میرسونه و عابدزاده کار خاصی نمیتونه روی این توپ انجام بده.
خب فرشاد فلاحت زاده سومین پنالتی زن ماست، او هم پنالتی خودش رو گل میکنه. حالا ما سه پنالتی سه گل، شیلی دو پنالتی یک گل. فرشاد فلاحت زاده، بچه ها پنالتی ها رو خوب زدن، اما حالا مثل که رابیرس فهمیده و بچه ما همه رو راست میزنن، خوب میره، خوب رفت، یک کف دست کم آورد. نگاه بکنید حرکت رامیرس خوب بود، فلاحت زاده همچین خطر یه خورده احساس کرد. یارو شماره 19 اولارا سایه به سایه مهدوی کیا دوید، تلاش کرد با خطا رو متوقف کرد، یه بارم جامون یه گلم دریافت کرد تیمشون از این جاماندگی این بازیکن اولارا. 19 رو ببینیم که سومین پنالتی شیر رو چگونه میزنه و خیلی راحت کنترل میکنه عابدزاده. اولارا ببینید تصویر آهسته رو، با دست ایستاد، زد به تیر دروازه و برگشت خیلی راحت. اینو میگم مثل آب خوردن پنالتی رو گرفتن. نگاه بکنید از اون پنالتی هست که شاید تو صد تا پنالتی که گوشه کنار جهان ببینید یکیش مثل این نباشه. در حال اولا رایی ضربه رو میزنه و عابدزاده ببینید هر دو در پنالتی ها، حالا این چهارم پنالتی ما هست، اگر این پنالتی رو میناوند پاشازاده بزنه تمام کار، اگر نه مجبوریم یه پنالتی دیگه بزنیم. مهدی پاشازاده، رامیرز کنترل میکنه و پاشازاده اگر این رو زده بود ما دیگه نیازی به ادامه پنالتی ها نداشتیم، با توجه که پنالتی های به هدر رفته شیدی زیاد هست، اما حالا مجبورم بچه های یه بار دیگه پنالتی ها رو مزمزه بکنن. پاشازاده و رامیرز منتظره که ببینه بالاخره وضعیت چگونه خواهد بود. احمد رضا عابدزاده، خب این پنالتی رو هم شیری گل بزنه. حالا همه چیز به آخرین پنالتی ما بسته است، اگر پنالتی ما گل بشه دیگه کار شیری تمام هست، نیازی نیست که پنالتی پنجم شیری هم زده بشه، اما اگر نه مجبوریم ببینیم که شیری پنالتی پنجم خودش رو چگونه انجام خواهد داد. این پنالتی رو ببینیم کی میزنه، اگر این پنالتی گل بشه نیازی نیست، مثل اینکه عابدزاده خودش میخواد بزنه. رضا رضایی منش قصد داشته بزنه، عابدزاده میاد باش خوشبشی میکنه، از حق ارشدیت و کابیتانی خودش استفاده میکنه. احمد رضا عابدزاده کابیتان تیم ملی فوتبال ما این پنالتی رو بزنه. از راه دورم رضایی منش با مربی چک کرد، اونم ایرادی نگرفت. توماسلاو ایویچ، حالا رامیرز دروازبان شیلی در مقابل دروازبان ما، کاپیتان شیلی همین دروازبان هست رامیرز و کاپیتان ما هم عابدزاده، دو دروازبان، یکی در پشت این ضربه پنالتی، دیگری در مقابل این ضربه. ببینیم کدام یک از این دو دروازبان در تنها نبرد تن به تن خودشون در این دیدار که در مقابل یکدیگر هستند برتر خواهند بود. عابدزاده برتر است و ایران به مقام سوم مسابقات چهار جانبه هنگ کنگ دست پیدا میکنه. پیتر میکلسون رو میبوسه، بچه ها خوشحال هستند، یه بازی خوب و مردانه و تقریبا میشه گفت از نظر انسجام کار تاکتیکی بهتر از روز گذشته رو انجام دادن، یه بازی قابل قبول، یه کارنامه قبولی برای تیم ملی فوتبال ماست و برتری در مقابل تیم ملی فوتبال شیلی که به هر حال در فوتبال آمریکای جنوبی برای خودش داعیه هایی رو در سر میپرونه. نگاه بکنید احمد رضا عابدزاده، دروازه‌بانی که دروازه‌بان شیلی یعنی رامیرز رو مغلوب و مقهور خودش بود.